اعلامی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان. هفته گذشته از جمله ناملایم‌ترین هفته‌ها برای جامعه خبرنگاری در افغانستان به شمار می‌رود. در طول 8 روز گذشته کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان 6 واقعه خشونت را علیه خبرنگاران در سراسر کشور ثبت نموده که این افزایش چشمگیر در گراف واقعات خشونت علیه خبرنگاران شدیداً مایه نگرانی برای این کمیته میباشد. واقعات خشونت در ذیل لیست گردیده است. نصیر احمد صادق خبرنگار تلویزیون یک روز شنبه مورخ 31 حمل در ولایت تخار حین تهیه گزارش از ازدحام ترافیک شهر طالقان توسط منصوبین پلیس مورد لاتکوب قرار گرفت. 2. عبدالملک خراسانی صاحب امتیاز رادیوی محلی کوکچه روز چهارشنبه مورخ 28 حمل در ولسوالی جرم ولایت بدخشان توسط نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان زخمی گردید. 3. احمد ندیم قوری خبرنگار و مدیر مسئول نشریه سام روز چهارشنبه مورخ 28 حمل در ولایت غور توسط طالبان مسلح و فرماندهان اسبق از طریق تلفن و نامه تهدید گردید. شایان ذکر است که نام برده به صورت مکرر در طول چند ماه گذشته توسط اشخاص ناشناس تهدید می‌گردد. 4. سید شریف احمد اصیل خبرنگار تلویزیون تابان و عزیز احمد صادقی مسئول تلویزیون تابان روز چهارشنبه مورخ 28 حمل در شهر هرات حین تهیه گزارش توسط پلیس مورد لاتکوب و توهین لفظی قرار گرفتند. 5. نذیر احمد رها مدیر مسئول تلویزیون آسیا روز شنبه مورخ 24 حمل در شهر هرات توسط افراد ناشناس لاتکوب گردیده است. 6. ابراهیم محمدی خبرنگار رادیو فریاد مجله همگان و تلویزیون ملی ولایت غور روز شنبه مورخ 24 حمل توسط طالبان تهدید به مرگ گردید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان تمام موارد خشونت را علیه خبرنگاران شدیداً محکوم نموده و از حکومت افغانستان تقاضا می نماید تا در مورد محافظت خبرنگاران از خشونت هرچه عاجلتر اقدامات عملی را روی دست گیرد.